به قسمت ابزار پن، مجموع ابزارهایی که به صورت بردهایی در فتوشاپ استفاده میشن. یعنی چی؟ اگر یادتون باشه ما زمانی گفتیم که تصویرها در فتوشاپ از پیکسل‌ها تشکیل شده. نگاه کنید. زمانی که زوم میکنیم پیکسل‌ها رو میتونید ببینید که هر کدوم از کنار هم قرار گرفتن هم دیگه یه خطای بصری رو برای ما ایجاد میکنه. اما زمانی که از بردارها استفاده میکنیم ما با خطوط سرکار داریم. خب بردارها در فتوشاپ یک خوبی که دارن، زمانی که من استفاده میکنم ببینید، من یک دایره خیلی کوچیک میکشم. این دایره توی این ابعاد به این صورت هست. یک دایره یک لایه جدید هم میکشم، یک دایره معمولی رو ایجاد میکنم کنار همین. توی ظاهر قضیه این دوتا تقریبا هیچ فرقی با هم ندارن، ولی اگر دوتا لایه رو انتخاب کنم، کلید شیفت رو نگه میدارم، روی دوتا لایه کلیک میکنم و با کنترل تی اون رو بزرگ میکنم. اگه همینجا دقت کنید، دورتا دور این دایره یه خط هست ولی دورتا دور این یکی نیست و پیکسل ها دارن بزرگ میشن. خب بعد از اینکه من اینتر بزنم، این قسمت ببینید، میخوام زوم کنم ببینید، هر یه دونه پیکسل تقریبا 1, 2, 4, 6, 8, 10 نزدیک 22 برابر شده در هر زل. تازه اگر بخواست ها نزدیک 400 خورده برابر هر پیکسل شده. خب این پیکسل نمیتونه به این صورت ببینه. وقتی من الان اینتر رو میزنم، وقتی که چنین اتفاقی میفته میانگیری میشه. حالا نگاه کنید تفاوت این دوتا با هم الان مشخص میشه. پس شکل برداری شکلیه که با بزرگ یا کوچک کردن تغییر خاصی داخلش رخ نمیده و همون حالت کیفیت خودش رو داره، ولی شکل‌های رستر یا بیت مپی این اتفاق براشون میفته. حتی اگر حالا اینها رو کوچیک کنم، اون شکل رسترمون مثل اول نمیشه. حالا شاید مثلا تاثیرش اونقدر زیاد نباشه، ولی حالا این تو یک عکس سیاه و سفیده، اگر اون کار رنگی باشه یا مثلا چهره باشه، منظره باشه یا حالت دیگه‌ای داشته باشه، این اتفاق خیلی بد براش میفته. خب اینجا تفاوت تصویرهای برداری و رستر رو دیدیم. حالا بیایم سراغ تصویرهای برداری و راجبشون بیشتر صحبت کنیم، یا ابزارهای بردار در فتوشاپ. من پنل رو میبندم تا اینها دم دست باشه. اولین ابزار ابزار پن هست. اگر نگاه کنید چند حالت داره که راجبشون صحبت میکنیم. مجموع ابزار بعدی دایرکت سلکشن و پت سلکشن هست و مجموع بعدی شکل هایی هست که میتونیم باهاش کار کنیم. آهان، در ضمن ابزار متن هم یک ابزار برداری حساب میشه، چون شما با کوچیک بزرگ کردن کیفیت رو از دست نمیدید و میتونیم یک بگیم که یک ابزار داینامیک یا متحرکه، یعنی که هر آن امکان تغییرش هست، استاتیک نیست. خب میام سراغ ابزار پن. یکی از مهمترین مبحث ها در تمام نرم افزارهای گرافیکی همین ابزار پن هستش. خب توی قسمت بالا سه تا گزینه دارم: شیپ، پد و پیکسل. اگر گزینه پیکسلتون مثل من خاموش بود، کافیه که یک لایه خالی ایجاد کنید تا حالا گزینه پیکسل رو هم بعد داشته باشیم. من این لایه رو با رنگ پر کنم. ابزار پی رو میزنم. خب این رو حالا توی مراحل کار باز هم میبینیم که به چه صورت فعال میشه. خب حالت شیپ حالتیه که شما زمانی که شروع میکنید کشیدن، یک لایه شیپ اینجا ایجاد میشه. علامت کنارش رو نگاه کنید. این علامت نشون دهنده شیپ. من آیکون رو کمی بزرگتر کنم. ببینید هر جا این آیکون رو کنار یک لایه دیدید، مطمئن باشید اون لایه شیپه. لایه های شیپ چند خصوصیت خاص دارن. اول اینکه قابل ویرایشند.
هست شما میتونید ویرایشی که خواستین رو انجام بدین. دوم اینکه همون خاصیت بزرگ و کوچیک کردن رو دارن و شما میتونید کامل اینها رو بزرگ و کوچیک کنید با خیال راحت. خب کنترل A، نه کنترل D رو میزنم، لایر انتخاب میکنم، کنترل T. مورد دیگه این که قابلیت رنگ شدن دارن، یعنی اینکه میتونید از قسمت فیل در نوار بالا رنگشون رو عوض کنید. حالا میتونه با ابزار U یا شیپ ها باشه یا با ابزار پن، فرقی نمیکنه. میتونید بهشون استروک بدید. این استروکش خیلی بزرگه، میتونم استروک رو کمتر کنم تا به یک اندازه قابل مشاهده باشه. این قابلیت ها ممکنه در ورژن فتوشاپ شما نباشه اگر از ورژن های پایین CC یا ورژن های CS استفاده میکنید. اگر از ورژن های CS استفاده میکنید حتما نرم افزارتون رو به یکی دو نسخه آخر فتوشاپ آپدیت کنید. خب علاوه بر این ها میتونیم تنظیمات دیگه ای رو داشته باشیم که یکی یکی راجبش صحبت میکنیم. اول میام سراغ فیل. خب تو این قسمت میتونم رنگ دلخواهم رو انتخاب کنم یا از رنگ هایی که خودم میخوام، یعنی از این پالت رنگ نباشه، از رنگی که خودم میخوام استفاده کنم. کار دیگه که میتونم انجام بدم، میتونم بیرنگ کنم داخل رو. پس اگر روی این گزینه کلیک کنید میتونید بیرنگ کنید. اگر روی این گزینه کلیک کنید حالت تک رنگ رو میگیره. گزینه بعدی گردیانت یا شیب رنگ رو داره و میتونید داخل شکلتون شیب رنگ رو اعمال کنید. حالا با توجه به کارهایی که دارین میتونه اینها متفاوت باشه. توی حالت بعدی میتونید بهش تکسچر بدید. تکسچر یا بافت جاهایی استفاده میشه که شما مثلا میخواهید یک کار تکراری داخل طراحیتون باشه. خب توی استروک هم دقیقا ما همین حالت ها رو داریم، پس میتونید اینها رو هم تست کنید. مثلا استروک خطی داشته باشه. توی قسمت گرادیانت استروک میتونید تنظیمات رو تغییر بدید. پس یادتون باشه تنظیمات رو من اگر راجبش توضیح نمیدم، قبلا در ابزار گرادیانت کامل توضیح داده شده، میتونید برگردید مجدد ببینید و تمام این گزینه ها اونجا قبلا گفته شده. تو قسمت بعدی ویدیو ضخامت استروک رو میتونید مشخص کنید. میتونه ضخامت به داخل باشه، میتونه به سمت مرکز باشه، میتونه در وسط خط باشه و میتونه به سمت بیرون باشه. حالت گردی گوشه ها میتونه متفاوت باشه و به صورت های مختلف قرار بگیره که چون خطم کاملا پیوسته است شاید دیده نشه. حالا توی حالت های مختلفی که بذاریم ممکنه بعضی از گزینه ها خودش رو بیشتر نشون بده. گردی گوشه هاست که میتونید از قسمت کورنر اون رو تغییر بدید. خب حالت خط رو هم میتونید به صورت نقطه چین یا خط چین در بیارید. اگر گزینه مور آپشن رو بزنید تنظیمات بیشتری رو دارید که یکی از اونها شامل همین نقطه چین یا خط است. ببینید بر اساس چیزی که اینجا دارید میتونید این حالت رو ایجاد کنید. خب میتونم اوکی کنم و این پترن رو ذخیره کنم. اگر روی گزینه سیو بزنم ذخیره میشه و اینجا قرار میگیره. خب این هم از تنظیماتی که داشتیم. روی گزینه ستینگ هم میتونید کلیک کنید ببینید چه چیزهایی داره یا تنظیمات بیشتری رو هم ببینید که قبلا صحبت کردیم. قسمت ویت و های طول عرض کار هست. من قفل رو فعال میکنم، مثلا این رو میذارم روی 300. متناسب با هم بزرگ کوچک میشن. اگر قفل رو باز کنم میتونم هر جهت رو به صورت مجزا تغییر بدم.
از ویژگی های جالب پت میتونیم به گزینه های بولین یا شیپینگ صحبت کنیم که کمی بدتر یا توی ویدیو بعدی صحبت میکنیم. اعلان کردن هم هست که راجبش توی ویدیو بعد صحبت میکنیم. نوع چیدمان لایه ها هست که میتونه لایه رو به لایه پایین تر ببره یا به همون صورت نگه داره. خب که این هم توی خود فکر میکنم شیپ بیشتر کاربرد داره. و پت آپشن مقدار ضخامتش، رنگش و حالتش است. شما زمانی که من تیکنس رو کمی بیشتر میکنم، ما در ورژن های قبلی فتوشاپ در دسری که داشتیم این خطوط خیلی نازک بودن، هر چقدر هم که شما زوم کنید اون خطوط نازکی خودشون رو داره و دیده نمیشدن. ولی الان این امکان رو اومده گذاشته که من میتونم بهش تیکنس بدم بین نیم تا سه، یک مقدار معقولی. میتونم رنگش رو مشخص کنم یا تغییر بدم تا توی تصاویری که مثلا آبی هستند بهتر دیده بشه. و رابر بند هم که حالت به اصطلاح این کشومدگی رو داخل خودش داره. ببینید تو این حالت دیگه اجرا نشد. من پس یک بار دیگه اگر بزنم اینجا رو نگاه کنید، خودش این رو اضافه میکنه، ولی توی حالتی که این گزینه نیست این پیش نمایشی ندارم و به صورت مستقیم رفت، به صورت به اصطلاح خم شده نبود. اوتو دیلت یا اوتو اد دیلت کاری که انجام میده، من اگر اینجا بخوام نقطه اضافه کنم کافیه یک جای خط کلیک کنم و اگر بخوام حذف کنم روی اون نقاط کلیک میکنم. خب اوتو دیلت اد رو اگر بردارم دیگه این اتفاق نمیفته تا از ابزارهاش اد انکر پوینت و دیلت انکر پوینت استفاده کنم. الاین ایج لبه های کار رو الاین میکنه. حالا با توجه به کارهایی که داریم و رسم هایی که میخواییم این حالت رو داره داخل خودش. خب تا اینجا کار با این ابزار تا حدودی آشنا شدیم. حالا میاییم توی آموزش بعدی راجع به رسمش صحبت میکنیم.